در پی بالا گرفتن اقدام‌های اسلام ستیزانه راست افراطی در اروپای غربی طی سال‌های اخیر، نامگذاری یک خیابان به نام حضرت خدیجه بنت خویلد، همسر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله، در حومه شمال شرقی پاریس موجب بروز بحث و جدال‌های سیاسی دامنه‌داری میان احزاب و گروه‌های فرانسوی شده است. ابتدا به گزارش همکارم حیدر مجید در این زمینه توجه فرمایید. خیابان خدیجه بنت خویلد در شهرداری استن در حومه شمال شرقی پاریس پایتخت فرانسه خشم حامیان جنبش راست افراطی را برانگیخت. تصمیم شورای شهر این شهرک مهاجرنشین برای نامگذاری خیابانی به نام خدیجه بنت خویلد، همسر رسول خدا صلی الله علیه و آله، نارضایتی گسترده‌ای را در میان حامیان جنبش راست افراطی در فرانسه برانگیخت و آنها از مقامات خواستند که برای لغو نامگذاری نمادین خیابان دی پونتوا مداخله کنند. شهرداری استن که در حومه شمالی پاریس قرار دارد، پروژه بزرگداشت مقام زنان را به منظور ارج نهادن به تأثیراتی که در چندین کشور تاریخ ساز شدند راه اندازی کرده بود و نام آنها را به صورت نمادین در خیابان‌های شهرداری به نمایش گذاشت. ژان دارک، قهرمان جنگ‌های قرن 15 میلادی میان فرانسه و انگلستان، مادر ترزا، کشیش هندی تبار فعال حمایت از محرومان، جوزفین بیکر، فاطمه مرنیسی، نویسنده و جامعه شناس و فعال حقوق زنان مراکشی و گرتا تونبرگ، فعال محیط زیست سوئدی، پیش از این نامشان بر روی خیابان‌های این شهر گذاشته شده بود. برخی از اعضای جنبش راست افراطی فرانسه تصاویری از اعضای شورای شهر استن که برخی از آنها اصالتاً عرب و آفریقایی تبار هستند بازنشر کردند و یکی از فعالان راست افراطی مدعی شد که نامگذاری نمادین خیابان به نام همسر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله دلیل واقعی این است که نظریه جانشینی بزرگ خطری واقعی برای فرانسه است. جایگزین بزرگ نظریه است که توسط متفکر راستگرای فرانسوی رنو کامو متولد 1946 تدوین شده است که میگوید فرانسه از توطئه‌ای رنج میبرد که هدف آن تغییر بافت جمعیتی با ورود گسترده مهاجران آفریقایی، عربی و لاتین تبار است. بسیاری بر این باورند که این نظریه نجات پرستانه است و نفرت نسبت به جوامع و اقلیت‌های حاضر در فرانسه را تقویت می‌کند. شهرداری استن توسط یک شهروند فرانسوی الجزایری تبار به نام عزالدین طیبی که از سال 2014 به حزب کمونیست فرانسه پیوسته اداره می‌شود. احزاب کمونیست، سوسیالیست و فرانسه تسلیم ناپذیر به رهبری ژان لوک ملانچون معمولاً از آفریقایی تبارها به ویژه مراکشی، تونسی و الجزایری تبارها در ترکیب لیست‌های انتخاباتی خود استفاده می‌کنند و در مقابل احزاب راست میانه، جمهوری خواهان و راست افراطی اجتماع ملی به شدت با ورود خارجی تبارها به ویژه مسلمانان و عرب تبارها به قدرت مخالفت می‌نمایند. اریک زمور، چهره شاخص راست افراطی که تندترین مواضع را علیه مسلمانان در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته فرانسه داشت، نامگذاری خیابان به نام حضرت خدیجه، همسر گرامی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله را محکوم کرده است. حیدر مجید، اخبار شیعه. سید سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار ساکن فرانسه، با ما همراه هستند. سلام جناب میردامادی، وقت شما بخیر. سلام و عرض ادب و ارادت خدمت اصالی و بینندگان شبکه امام حسین علیه السلام و اخبار شیعه. احزاب راست افراطی چقدر در صحنه سیاسی فرانسه قدرت دارند و آیا مثلا در موضوع مذکور می توانند تصمیم یک شورای شهر را بایکوت کنند؟ در تصمیمات شهری شورای شهرها هستند که حرف آخر رو میزنند، که منتخب مستقیم مردم هستند و احزاب سیاسی کلان و که در شهرهای بزرگ مستقر هستند قدرتی برای اعمال نفوذ در تصمیمات شهری ندارند، مگر اینکه این رو تبدیل کنند به یک شکایتی در محاکم عالی قضایی مثل دادگاه قانون اساسی یا شورای قانون اساسی و برن از اون مراجع حکمی بگیرن در نقض تصمیم شورای شهر، که یه پروسه حقوقی بسیار طولانی و سخت و دشواری است و
معمولا دنبال اون نمیرن و تلاش میکنن با فضاسازی فضا رو سنگین کنن و چنین تصمیماتی رو تحت شعاع قرار بدن که خود شورای شهر یا افکار عمومی داخل اون شهر و اطرافش در واقع تأثیر بگذاره که از اون تصمیم عقب نشینی کنن، ولی عرفاً و عادتاً چنین قدرتی ندارند. بله، در فرانسه به ویژه در شهرها و حومه هایی که اکثریت جمعیت مسلمانشین دارند، چقدر مسلمانان در تصمیم گیری و ترویج فرهنگی دینی خودشون به ویژه در حوزه شهری آزادی دارند؟ در شهرها و حومه هایی که مسلمانان و در واقع عرب تبارها و افریقایی تبارها عموماً و مسلمانانی که از خاورمیانه و جای مختلف مهاجرت کردن اکثریت رو دارند، آزادی های زیادی ندارند. اخیراً در طول این 20 سال اخیر که احزاب چپ تونستن یه خود غالب بشن و شورای شهرها رو به دست بگیرن، اجازه دادن که ابتدا نمایشگاه‌هایی ایجاد بشه که مسلمان ها بتونن اونجا مراسم نماز جماعت و نماز جمعه هاشون رو برگزار کنن، چرا که نماز جمعه ها توی خیابون ها برگزار می شد و این برپایی نماز جمعه ها توی خیابون ها در حومه های پاریس یه مسئله شده بود و برای اینکه یک نظمی پیدا کنه ابتدا بهشون یه سالن هایی رو دادن. به مرور مسلمان ها تونستن پول جمع کنن و اون سالن ها رو تبدیل به مسجد کنن و بسازن مسجد رو، که خود همین ساخت مسجد باز اجازه مناره به اون مساجد داده نمیشد، که اینا همش تحت فشار احزاب راست افراطی و تندروی هایی بود که اسلام ستیز ها و اسلام حراس ها داشتن انجام میدادن. ولی به مرور مسلمان ها به دلیل اینکه جمعیتشون زیاد شد، قدرت فرهنگی و سیاسی پیدا کردن و در احزاب سیاسی چپ نفوذ کردن و احزاب سیاسی چپ هم از اونها حمایت کردن، تونستن در حد ساخت مساجد در بسیاری از شهرها و حومه ها خواسته خودشون رو جلو ببرن، ولی بیشتر از این بهشون اجازه داده نمیشه. اون مساجد هم مناره حق نداره داشته باشه و در زمینه های دیگه باز همچنان نزاع و کشمکش ادامه داره. جناب میردامادی، افکار عمومی فرانسوی ها به ویژه در کلان شهرها چه موضعی نسبت به اسلام ستیزی و اسلام حراسی راست افراطی دارند؟ آیا واکنش منفی نسبت به چنین نامگذاری هایی در شبکه های اجتماعی به ویژه در میان طبقه متوسط فرانسوی ها دیده میشه؟ ببینید، طبقه متوسط فرانسه و الیت فرانسه ضدیتی با اسلام نداره. رسانه های فرانسوی متاسفانه تحت نفوذ جریانات اسلام حراس و اسلام ستیز هستند و تلاش میکنن که با بزرگ نمایی و ایجاد خطر کردن و اینکه نشون بدن با ایجاد در واقع اسلام حراسی و اسلام ستیزی و اینکه اسلام یک خطری است برای جامعه فرانسه، افکار عمومی رو تهییج کنن و بقبولونن و در واقع تحمیل کنن به افکار عمومی که اسلام یک خطری است، در حالی که چنین چیزی نیست. از سوی دیگه جریانات سنی تندروی افراطی در حومه ها و در مجامع اسلامی هم کم و بیش حضور دارند و حرکت هایی که انجام دادن و اقدامات تروریستی که انجام دادن در طول این سالهای اخیر هم تونسته موضع راست افراطی رو تقویت بکنه، ولی در عین حال نتونسته افکار عمومی طبقه متوسط فرانسه رو به طور عموم قانع کنه که اسلام یک خطره و اسلام رو باید محدود کرد و نباید مسلمان ها اجازه داد که عباداتشون انجام بدن و هرچی بیشتر باید اونها رو سرکوب و منکوب کرد. و به نظر میرسه همچنان اون روحیه تولرانس و تسامحی که جامعه فرانسه نیاز داره داشته باشه بر اساس ادعاهایی که دارند، طبقه متوسط داره، ولی از یک سو رسانه ها و از یک سو احزاب راست افراطی تمام تلاش خودشونو میکنن که با تحمیل نظرات خودشون مسلمان ها رو هرچی بیشتر محدود کنند و جریانات افراطی تندروی سنی که وجود داره رو به عنوان نماینده کل اسلام نشون بدن، در حالی که جامعه فرانسه و رسانه ها متاسفانه از شیعیان هیچ نمیدونن. در طول این 20 سال اخیر یه مقدار روی شیعه مطالعاتی شده در غرب و به ویژه در فرانسه، و الا نگاهشون اینه که شیعه و سنی یکی هستند و اصلا نگاه درست و
علمی و تحقیقاتی نسبت به مبانی شیعی، معارف شیعی، اهل بیت علیهم السلام و شیعیان ندارن و همون اسلام سنی تندروی داعشی طرفدار القاعده رو در یک گوشه‌ای بزرگ نمایی میکنن که جامعه رو به اسلام حراسی و اسلام ستیزی سوق بدن، ولی موفق نشدن. ممنونم از شما. سید سراج‌الدین امیردامادی از فرانسه ما بودند.